بله با سپاس. من سخن رو کوتاه میکنم که برای سخنرانی گرامی بیشتر زمان بمونه. من قرار بود دقیقا 5 دقیقه چند بندی کنم ولی گمان کنم شاید دوست دیگه من بس باشه. جناب فاطمی از زمانشون 5 دقیقه فراتر به شما دادن و شهر میدونی به پایان برسه. بله من فقط چند بندی کوتاه میکنم. چنانچه شما فرمودن در وضعیت ایدئولوژیکی که دولت برای خودش ساخته در این 30 سال گذشته از پس از آن که گستره پشتیبانی اجتماعیش از دست داده روی آورده به در حقیقت فراخواندن راندخاران و وابستگان اقتصادی تارکبودی از فساد رو برای خودش درست کرده که درش گیر کرده، یعنی اگر بخواد رو ترک کنه به مشکلات پابرجایی استابیلیتی میخوره. بنابراین این گروه اقتصادی آقای روحانی با اینکه آدم کارآمد توش هستن کوشش میکنه با کنش هایی که سری رو در نیاره به اون صورت در این ساختار قدرت بهبودهای پدید بیاره. احتمالاً هم سفارش خود آقای روحانی شد همین بود به اونها و اونها انگشت گذاشتن برای 5 فاکتوری که جناب شریعت مداری برش می‌بردن که کوشش میکنن در حقیقت شاید از راهی که بیشتر تخیلیه مثل فروش بیشتر معادن و مواد خام و یا افزایش گردشگری در یک سرزمینی که زیاد جذاب برای گردشگران نیست در حقیقت راههایی برای خودشون تخیلی برمی‌نهند که انجام پذیر نیست و بمیشه به اصل مطلب که بهبودهای ساختاریه برای ایجاد یک فضای باز برای اقتصاد آزاد و مقابله با فساد نمیتونن برخورد کنن چون دوباره برمیخورن به همون پایه قدرتی که از دست دادن چون پشتیبانی اجتماعی رو از دست دادن و مجبورن از راه سیستم رانتی برای خودشون یک پایه وابستگان که ایشون نامش منظومه وابستگان گذاشتن پدید بیارن که شاید با 50% بهش برآورد کرد روی هم رفته، یعنی وابستگانی که نه از نظر ایدئولوژیک ولی از نظر کار، کارمندی، کار در سازمان‌های نزدیک به دولت از خودشون میپرسن که اگر این وابستگی، این کار جای کار از بین بره از فردا چه خواهند کرد. من تا اینجا بسنده میکنم و میرسیم به سخنرانی دوم که من خودم خیلی مشتاق شنیدنش هستم و که یک بررسی نظری در مورد استگفلیشن یا همون رکود تورمی و تا چه اندازه میشه این کانسپت های ابسترکت اروپایی رو بر ایران پیاده کرد. این میدونید که داستان بسیار هیجان انگیزی بشه برای ما در آلمان. شما خب همگی روزگار گرونینگ رو در یاد دارید در سالهای 20 و اونها چجوری با برخورد اشتباه در حقیقت کار رو به هیتلر سپردن. اینه که استگفلیشن برای ما آلمانیا بسیار جالبه. میسپارم به شما. حضور گرامی دوستان عزیز، در زمینه برنامه دولت که در دو سند مستقیم، یک سند سوم و سه تا سند دیگر در 6 سند مندرج عرض کنم مثلا چشمانداز 20 ساله در حدود متجاوز از 1000 صفحه است، برنامه توسعه پنجم 400-500 صفحه است، اقتصاد مقاومتی یکی از اسناد جدیده که در واقع هیچ چیز قابل توجهی نداره، چیز جدیدی هم نیست ولی مسئولان ناگزیرن مرتب بهش استناد بکنن و عرض کنم سه سندی که این دولت بیرون داده، یکی در واقع تشخیص درده در حدود 12-13-14 صفحه به دست اقتصاددانان نوشته شده در نشه زبانش فنی و قابل فهمی، عرض کنم دومی درمان درده که متشکل هست از 177 ماده یا اقدام اصلاحی و سند سوم عبارت هست از چگونگی بازپرداخت بدهی های دولت. این مجموعه در واقع چارچوب عملیاتی دولت رو می‌سازد. عرض کنم مسئله مهمه به خاطر اینکه به خاطر دلایلی که من بشاره مداری گفتن، به خاطر اینکه دولت اولین بار چنین اقدامی کرده، یعنی نظام جمهوری اسلامی سند قابل توجهی بیرون داده، از این نظرم باید بهش پرداخت. در همین زمینه خود من بشاره مداری یکی دو مقاله نوشتن، جناب پروفسور فاطمی دو مقاله نوشتن، طرح دیگری نوشتن که بنده در دستم هست. عرض کنم بنده مطلبی نوشتم در واقع در معرفی این فکر دقیق
و ارزیابی و نمیدونم که درخواست کرده بودم اگر بشه بعد در اختیار دوستان قرار گرفته قرار داده بشه، نمیدونم تکثیر شده است یا نه، ولی به هر حال این در میاد در خدمتتون هست. مطلبی که بنده خودم نوشتم این خب عرض و طول زیاد داره، در حدود 10-12 صفحه است و قطعا در یه سخن میگرد کوتاه نمیشه بهش پرداخت، ولی به نکات اساسی انتخاب کردم ناگزیر که به یکی دو تا نکته بپردازم در حد این صحبت. یکی این است که دولت در واقع میخواهد همونطور که اشاره کردم به بخش با پیدا کردن بخش های پیشران تکانه اولیه رو به اونها وارد کنه. به نظریه سر اقتصاد عرض کنم از 1968 عنوان شده تکانه اولیه رو به اون بخش ها وارد کنه تا اون بخش ها بتونن بقیه رو به خودشون بکشن. ولی برای اینکه دولت بتوانند تکانه اولیه رو وارد بکنه نیاز به این داره که کانال هایی که این تکانه از اونجا ها باید حرکت کنه اونها رو باز بکنه. اون کانال ها چی هست؟ اون کانال ها کانال های بانکی است و کانال های بازار سرمایه یعنی بورس. در نتیجه اگر در مجموع به کل اقدامات دولت در دو تا محور نگاه بکنیم، یکی که در واقع اولویت هم داره اون محوری است که دولت برای متمرکز می شود، مسئله باز کردن این کانال هاست که از این کانال ها بتواند تکانه اولیه رو به اون بخش های پیشران وارد بکنه تا از اونجا مثل حلقه های زنجیر را افتادن تولید در یه بخشی بخش های دیگر رو به دنبال خودش بکشه. عرض کنم حالا من از این نظر زوم میکنم این صحبت رو روی اینکه دولت در چه وضعیه و چقدر امکان داره که بتواند این دوتا کانال رو یعنی کانال بازار پولی و بازار سرمایه رو را بندازه. به طور خیلی مختصر عرض میکنم که دولت سابق طبق گزارش همین دولت 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو به نحوی هزینه کرد. حسابش هم دست هیچ کس نیست، خود دولت هم نمیدونه و مرتب اینجا اونجا گزارش از دزدی چند میلیارد دلاری مرتب هر روز در مجلس میاد بیرون، ولی به هر صورت 750 میلیارد دلار در این مدت 8 سال هزینه شد. در کنار این هزینه ها البته درآمدهای مالیاتی دولت هم بود که تقریبا معادل 2300 میلیارد دلار میشه. بچه 1000 میلیارد دلار شده 1 تریلیون. اونم هزینه شد. بعد این دولت اولین اقدامی که کرده به اقدام درستی هم هست، گفته که ما اصلا نمیدونیم این دولت بدهکاره و چقدر بدهکاره. چیز جالبیه که دولتی یعنی شما ندونی قرضتون به کی هست و چه مقدار. دولت میگه که ما نمیدونیم به چه کسانی و چه مقدار بدهکار. در نتیجه به دستور رئیس جمهور در وزارت اقتصاد و دارایی دفتری پدید اومده برای برآورد کردن مقدار بدهی دولت و این چند ماهی که داره کار میکنه. در واقع از فکر میکنم خرداد ماه داره کار میکنه. عرض کنم در نتیجه این رقم رو دادن بیرون وزیر دارایی اقتصاد دارایی و گفتن که بدهی دولت تقریبا میشود 250 هزار میلیارد تومان، یعنی 250 تریلیون تومان، یعنی رقمی بیش از بودجه دولت. بودجه دولت زیر 200 تریلیون تومانه. من به جای 1000 میلیارد تریلیون رو به کار میبرم. عرض کنم بدهی دولت 250 تریلیون تومانه که مقایسه میشود با یک بودجه تقریبا 200 تریلیون تومانی.
از این 250 تریلیون تومان 70 تریلیون تومانش بدهی است به نظام بانکی، به بانک‌های خصوصی. 80 تریلیون تومانش بدهی است به صندوق بازنشستگی، یعنی بازنشستگان پولش رو دولت ولت نداد. و 70-80 تریلیون دیگرش بدهی است به از کنم 70 تریلیون بدهیست به بانک ها، 80 تریلیون به صندوق بازنشستگی، 80 تریلیون دیگرش هم الان از بکنم عنوانش خاطرم پرید به پیمانکاران. پیمانکاران کسانی هستند که برای دولت پروژه اجرا کردن در طرح‌های عمرانی شد. از کنم حالا ارتباط اینا رو ببین. دولت میگه که خب من برای اینکه بتونم این کانال ها رو باز بکنم، اول باید بدهی بانک ها رو بپردازم. برای اینکه بانک ها وقتی از دولت طلب کارند و پول ندارند به صنایعی که نیازمند سرمایه هم پول برسونند، کارها نمیچرخه. باید اینها رو بهشون داد، یعنی 70 تریلیون تومان باید به این بانک ها بپردازم. اون یکی هم، یعنی دادن پول پیمانکاران، هم به همین اندازه اهمیت داره. برای اینکه پیمانکاران هم به بانک ها بده کارن. اگر این 80 تریلیون تومان از دولت وصول نشود، همین پیمانکاران بدهی خودشون به بانک ها رو نمیتونن بپردازن، نچه بانک ها نمیتونن دوباره وام بدن. در نتیجه از این 250 تریلیون تومان 80 بلای 70ش مستقیما به بانک ها برمیخوره، اینا باید برگردن. اون یکی از اهمیت کمتری برخوردار نیست، 80 تریلیون تومانی که به بازنشستگان بدهکاریم، ولی اون از نظر تأمین مالی رابطه مستقیم نداره، در بازار تقاضا موثر خواهد شد. به این ترتیب این رقم بزرگ رو باید دولت بپردازه. در کنار این به یکی دو تا چیزی که دولت اخیراً اعلام کرده به اونها نظری بندازیم. دولت اعلام کرده است که از دولت سابق 3000 پروژه ناتمام به ارث گرفت. این پروژه های ناتمام رو اگر بخواهد به انجام برسونه به 410 تریلیون تومان پول احتیاج داره و به 20 سال زمان. از یابی که از این مبلغ کرده بودند رسمی در سال عرض کنم دو سال پیش معادل بود با 210 تریلیون تومان. با این تورمی که میره الان رسیده به 420 تریلیون تومان. و عرض کنم 20 سال هم سابقه به این دلیل دولت اعلام کرده است که ما دیگه برنامه پروژه های عمرانی رو اجرا نخواهیم کرد، بلکه به جای اون این پروژه های ناتمام رو اگه بتونیم به پایان برسونیم کار بزرگی است. یعنی پروژه جدید وارد نکنند، منتها پروژه هایی رو که از اول شروع شده و 80% انجام پذیرفته، اینها رو به پایان برسونیم. پس این هم یک بار مالی بسیار بزرگ از بدهی های دولت. ما با یک دولت به شدت بدهکار سر و کار داریم. علاوه بر تمام ادعاها که دولت به اون رفتن، گفت ما خزانه رو پر بدیم، اینا گفتن که اصلا خزانه خالی است، اونا اعلام کردن ما خزانه رو پر بدیم، ولی به هر صورت وارد این جدل نمیشیم. ارقام واقعی این است که در خزانه دولت پولی وجود نداره و صندوق توسعه ملی از دلار خالی است. حالا در این زمینه اقدام دیگری انجام گرفته که دولت اینجا اونجا میگه ولی به صراحت اعلام نکردن، بلکه از یک سو هم موقعیدن به اینکه از دولت سابق
انتقاد نکنید، حتی تا اینجا رفتن گفتن که انتقاد از دولت سابق کفر است. در نتیجه انتقاد نکنید. بیان ظلم ظالمان، این عنوان فتوای رهبر بود، گفتن بیان ظلم ظالمان میتواند کفر باشد، نباید بیان کرد. در نتیجه دولت در این محضور خیلی کوتاه میاد از نظر بیان کردن، ولی به هر صورت وضعیت دولت این چنین خراب. خب همونطور که مانشهرانی گفتم، اگر مسئله درآمدهای نفتی در میان نبود و سالانه 80-90-100 میلیارد دلار جریان میکرد، این قضیه را همینطوری میپوشوندن که تاکنون پوشوندن، ولی الان اون درآمدها قطع شده و در نتیجه موجودیشون حساب کرابی ازش دارن. خودشون حد اکثر 140 میلیارد دلار بلوکه شده محدود نزد بانک‌های آمریکایی، اروپایی، هندی و چینی ذکر کردن. 100 تا 140 میلیارد این پول اونجاست که در اختیار خودشون نیست. ولی وقتی در اختیار خودشون نیست، طبق اطلاعی که داریم همین پول رو خرج کردند. یعنی دولت به صورت حسابداری این موجودی ها رو با بانک مرکزی بستانکار کرده که اینا طلب بانک مرکزی است، در برابرش ریال گرفته هزینه کرد. یعنی همین پولهایی که خارج هستند اینها هزینه شدند. حالا دولت اومده میخواد این مسئله رو حل کنه. بس تمرکزی که من امروز میکنم به این قضیه این است که این راه واقعا راهی داره؟ دولتی در چنین وضعیت میتونه اینها رو به دیگران بپردازه؟ و از کدوم راه ها و اگر بپردازه این راه ها آیا منجر به تورم بیشتر میشوند یا نمیشوند؟ در این زمینه اون سند سومی که تعدیه دیون دولت یا رد دیون گفته میشود در حدود 10 صفحه و حدود 20 ماده قانونی که به مجلس دادند، در اونجا دولت توضیح میده که چگونه میخواد این دیون رو بپردازه. و من در اون نوشته ای هم که دارم به جزئیات اینا پرداختن که دولت چگونه میخواد اینا رو بپردازه. در این زمینه در میان اقتصاددانان، نه اقتصاددانان تیم دولت بلکه بیرون از آن، از شما اقتصاددان معتبری آقای دکتر عبدو نفریزی مقاله کوتاه و جالبی نوشته و من اون مقاله رو به استحضار جناب فاطمی هم رسوندم، ایشون هم پسندیدن. به نظر من به پیشنهاد درست برای حل مسئله دولت اون میتونه باشه، ولی من واقعا نمیدانم این دولت اون شهامت اخلاقی و اون توان رو داره که بتونه اون پیشنهاد انجام بده یا نه. حالا به مرد زمین که دولت خودش میخواد چگونه این را بکنه؟ راه اول گفته تهاتر بدهی های دولت با مطالبات شرکت ها. یعنی بگیم که ما به شرکت ها بدهکاریم، خب شما به ما بدهکاریم، بیا اینا را تاق بزنیم با هم، یه مقدار از بدهی های این را تاق بزنیم، هیچ ایراد نداره. منتها مسئله این است که پیدا بکنن آیا به اون شرکت که اینا بدهکارن همون شرکت هم به اینا بدهکاره، یا اینکه حواله بکنن که من به شما بدهکارم به فلان شرکت، شما طلبتون از فلان شرکت بگیرید که به من مالیات بده. بالاخره این کار به اورنج خواهد بود، ولی عملی است. پس راه اول تهاتر کردن بدهی های دولت است با بدهی های بخش خصوصی دولت. راه دوم که دولت پیش می‌برد فروش دارایی های مازاد وزارتخانه ها به شرکت های تابعه. این هم اقدام خوب است. دولت تخمین زده شده، من یه وقت تخمین برآورد کردم که دارایی های دولت از مرز 600 میلیارد دلار گذشته. این مال 2 سال پیش بود، خیلی هم دقیق نیست برای اینکه خیلی از تخمین. دارایی های سپاه پاسداران دوره از دولت از 200 میلیارد دلار فراتر بود. گزارش رویترز همین چند ماه پیش اعلام کرد که دارایی های زیر نظر رهبر
از 95 میلیارد دلار برابر است. خب پس بخش از اینا رو میشه بعد فروخت. پس این اقدام دوم دولت هم عملی است. مدها مشکلاتی وجود داره. همین الان صحبت می‌کردیم موقع اومدن که خیلی از بانک‌ها آماده نیستن اینا رو بفروشن، برای اینکه این دارایی روی زمینه و زمین تنها چیزی قیمتش داره بالا میره. در برابر اینا دارایی‌های مسموم دارن در ترازنامه‌شون، یعنی چیزایی رو دارن که اگه بفروشن، کارخانه‌ای رو دارن که چندین میلیارد تومان اونجا قیمت داره ولی بفروشن بیرون 5 دلار هم بهشون نمیده. اینا هم این دارایی‌های مسموم. در نتیجه باید به این ترازنامه بانک‌های عرض کنم خصوصی و دولتی رسیدگی کرد و اینا فسیح کرد، بلکه اینا ظاهری دارن که برشکسته نیستن و خیلی از اینا در عمل برشکسته. راه سوم مورد پیشبینی دولت این است: اختصاص منابع حساب ذخیره ارزی که به عملیات بانک‌های دولتی به بخش دولتی یا خصوصی وام داده شدند و در سال 93 سررسید می شدند بابت بدهی دولت به این بانک. جان کلام این که از صندوق ذخیره ارزی یه وقت پولایی رو برداشتن از طریق بانک‌های عامل قرض دادن به بانک‌های دولتی و خصوصی، الان این بانک‌ها بدهکارند. دولت میگوید که این بدهی رو عرض کنم با اون بدهی که دولت به شما دارد داخت بزنم. معنای این سخن جز این نیست که در صندوق ذخیره ارزی که امروز وجود نداره، اسمش رو در صندوق توسعه، در صندوق ذخیره ارزی پول وجود داره، دولت از اونجا برمیداره میده به شما، همون کاری آقای احمد نژاد میکرد. در چه این قدم اصلاحی اقدامی احمدی نژادی است. عرض کنم چهار، صدور اوراق مشارکت و اسناد خزانه داری. اینجا دست نظام در جل طبق همیشه صدور اسناد با میبینه صدور اوراق مشارکت کردن 3 هزار میلیارد تومان 10 هزار میلیارد تومان بیش از این بازار نمیکشه عرض کنم، ولی الان صحبت بر سر خیلی ارقام بالاتر از این افاست. 250 هزار میلیارد تومان 420 هزار میلیارد تومان. در برابر اینها دولت چگونه اسنادی رو، اسناد بدهکاری یعنی اوراق قرضه چاپ کنه، اینا رو بفروشه و پول اون رو وارد جریان مالی بکنه پس کنه. مونده جدا از این مسئله که مسئله بسیار جدی است، دو تا مسئله وجود داره. آیا دولت بدهکار به مردم و بازار اعتماد می‌کند که ازش چندین صد میلیون تومان اوراق قرضه بخره؟ این یک مسئله است. دومی این است که به چند میزه بخره، چه مقدار سود می‌پردازه. آقای عبدالتبریزی پیشنهاد میکنه که سودی بدین که با تورم بتونه مقابله کنه، یعنی اگر تورم رو میگی 25% حداقل 25% سود بپردازید. اگر این کار رو بکنه برای 250 تریلیون تومان سالانه باید بین 50 تا 70 تریلیون تومان بهره بپردازه، یعنی بیش از یک سوم بودجه رو باید بهره بپردازه. چنین چیزی عملا غیر ممکنه. و بعد از زبان رئیس بانک ملی آقای همتی همین یه هفته پیش خوندیم، سند دیگر ندیدم در جایی، ایشون گفتن که رئیس جمهور وعده کردن که بدهیایی که بانک ها به بانک مرکزی دارند با بدهیایی که دولت به این شرکت ها داره تعادل بکنه. من در اون نوشتم که این اقدام منو متعجب کرد، برای که خلاف روح این دو سنده قرار نبود یه کارای احمد نژاد دوباره اجرا بکنیم. این همه این یعنی این که پول بانک مرکزی رو میگیرم یا میگم چاپ بکنیم من بدم بگیم، ولی به هر حال این یه مقام مسئول بانک مرکزی گفته، سند دیگری در دست نداره. عرض کنم راهی که
عبدو پیشنهاد کرده این که دولت اسناد قرضه چاپ بکنه و دقیقاً مثل تمام بانک مرکزی های جهان که اسنادشون مورد اعتماد بازار مردم هست سر دقیقه، سر روز، سر ساعت بهره خودشون رو واریز میکنن، به دیگران اعلام میکنن که باید اینقدر بریکاری مثلا شما وقتی شما این رو صادر کردید اینا در بازار خودشون میتونن وسیله گذاشته بشن، به ازای اون میتونن دیون را بیفته، قرضه را بیفته، یه جریان مالی بزرگ را بیفته. مهمتر از همه اینه که اعتماد مردم به دولت برمیگرده که الان میتونی نداره. برای این در بودجه سال گذشته یا آقای احمدی نژاد حتی صحبت این که ما بدهی داریم وجود نداره. قطعا صحبت از بهره پردازی هم وجود نداره، من که قصد بازپرداخت بدهی وجود نداره. دولتی که هر شخصی که بدهی رو میگیره و نمیتونه و نمیخواد بپردازه همیست که اعتبار نداره. ولی آیا دولت به لحاظ فیزیکی این امکان رو داره؟ بنده به دو دلیل فکر می‌کنم این امکان برای دولت ایران وجود داره. یکی اینکه این دولت داراییش خیلی زیاده، اون رقم 600 میلیارد که من گفتم یه تخمین دو سال پیشه، در جه به ازای این دارایی میشود بخش بزرگی از اون رو فروخت، میشه بخش بزرگی از این راندهایی که در همین 8 سال به دست اومده فروخت و از اون طریق این بدهی‌ها رو پرداخت. دوم اینکه این دولت دولتی است که دارایی‌های نفتی و معدنی رو به عنوان انفال مال خودش کرده، در نتیجه میتواند به پشتوانه اون ثروت اون را قرضه چاپ بکنه و بپردازه. آخرین نکته از این عرایض کوتاه فشردن این که ظاهراً در این یک سال گذشته به تدریج و در دو سه هفته گذشته یهویی به این نتیجه رسیدن که پولایی که میگفتن آمدند و بردند و سوختند و این پدیده رو دولت به رسمیت پذیرفته و به این نتیجه رسیده که ما اینا رو نمیدونیم پس بگیریم و دارن اعلام میکنن هر جا که خب اون پولها فقط کاری بکنیم که اونایی که پولها رو بردند بیان سرمایه‌گذاری بکنن، ازشون پس نگیریم. نمونه اینا مصاحبه آقای وزیر نفت بود همین پریروز که در اونجا از این موارد زیاد صحبت کردن، از جمله از پدیده از کنم قرارگاه خاتم الانبیا که اینا بیش از 40 میلیارد دلار پول گرفتن ولی هیچ پروژه رو انجام ندادن. و چیکار میکنی؟ ایشون گفتن که اینا هم بچه های خوبی هم بجلس بچه خودم دوستشون دارن و اینا رقیب مانعی هیچ کس هم نیستن، اینا باید کار بکنند و ما هم از جون حمایت میکنیم. در برابر اینکه خب اینا خب زیاد پول گرفتن کار نگردن چکار میکنیم؟ گفتن که خب هر کارفرما، هر پیمانکاری میخواد پول زیاد میگیره، این تقصیر کارفرماست که نامطلوب بوده، در حالی که اون مثلا منتفی است و صحبت حساب رسای گذشته منتفی است. دولت بر این شده که خب اینا رو بپذیره به شرطی که اینا بالا غیرت هم بیاد یه مقداری از این رو به جمعیت بپذیره. من فقط قبل از این جمعیت رو بکنم میخواستم ازتون خواهش کنم که خودتون رو واژگان خودتون، چون یکی از واژه‌های کلیدی که دوستان هم در این اواخر در مقالات میخونن آنچه را که جمهوری اسلامی زیر تهاتر تعریف کرده یه بار بازگو کنید. خواهش میکنم. خب تهاتر یعنی پایا پای معامله کرده. شما 20 تخمر رو هم بدید منم یکی رو کرگتون بدم، این تهاتر بودا. دولت این رو همانطوری که در بسیاری از موارد معانی واژگان رو عوض کرده و ازش سوء استفاده کرده این نظام، مثلا آقای احمد نژاد چه گفتند؟ آقای احمد نژاد در آخرین سخنرانی های خودشون که 75,000 میلیارد تومان بدهی رو میخواست نپردازه گفت که این رقم رو با ما به تفاوت قیمت دلار آزاد و دلار دولتی تهاتر میکنه. این افرادی میگن که مردم کوچه خیابون نفهمن چی گفت. منظورش اینه که
دلاری که ما به شما قرار بود بدیم از بابت 1050 تومان میدادیم، ولی بازار آزاد بود 2200 تومان. ما یک سال این دلار رو دادیم به بانک مرکزی به اون قیمت، خودمان تصدیق کردیم که قیمتش همون 1050. الان ما میگیم که نه، این قیمتش 2200 تومان بوده، پس این بدهی 75 میلیارد تومان از اون بابت تاخت میخوره. حالا به عللی مجلس این پیشنهاد رو رد کرد، در نتیجه اون یکی از بدهی های همین دولت هست. تهاتر کردن به این معناست در خیلی از جاها اینا ظاهرن واژه فنی رو میگیرن در معنای بسیار خبیثانه به کار میبرن که مردم متوجه نشدن چی گفتن. این هم یکی از اونست. خیلی متشکرم.